بینندگان گرامی، ما امروز درباره پشتوانه تاریخی سه کشور مهمی که در قفقاز قرار دارن، یعنی ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و باکوبه، یا همون چیزی که امروزه متاسفانه بهش میگن باکو، و همچنین گرجستان داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر ستوده که میدونم خیلی از شما بینندگان بسیار علاقه داریم به جستارهایی که توسط ایشون برگزار میشه. من میخوام امروز با شما یه شیر اسکرین بکنم درباره یکی از سمینارهای یک روزه‌ای که توسط جنبش نوزای ایرانی در لندن قراره برگزار بشه و اتفاقا اساتیدی مانند جناب دکتر ستوده هم اونجا هستن و سخنرانی دارن. با شما گفتگو میکنم و آگاهی رسانی میکنم برای اینکه کسانی که در انگلستان هستن برن و از این استاد بسیار فرهیخته از دانش ایشون استفاده کنن و از گرد همایی جنبش که هم بندان دیگر جنبش هم در اون هستن بهره بگیرن. من با شما یه شیر اسکرین خواهم کرد که شما این به اصطلاح فلایر یا این آگهی رو ببینید. جنبش نوزایی ایرانی برگزار می کند. سخنرانان مهندس شاهین نژاد، سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی، شناخت اندیشه ایرانی، پیش نیاز رنسانس ایرانی عنوان گفتگو یا سخنرانی شاهین نژاد، و جناب دکتر ستوده که رایزن فرهنگ جنبش رنسانس هستند، گفتگوشون یا جستاری که سخنرانی خواهند کرد درباره جای پای فر ایران در جهان. و بعد از سخنرانی ما یک پنل یا یک میزه گرد داریم که هم شرکت کنندگان هستند، هم جناب آقای دکتر بقای یزدی و مرداوی زیاری و جیسون جورجانی و برخی دیگه از هموندان جنبش که زمان این سمینار یک روزه آدینه یا جمعه 3 فوریه 2017 است، از 7 تا 10 پس از نیروز یا عصر، و مکانش هم در سن ملی ابوت سنتر هست که در آدرسی که اینجا شما میبینید در لندن برگزار میشه. من از همه میهنانی که در لندن هستن خواهش میکنم که در این گرد همایی شرکت بکنن و واقعا استفاده بکنید. ورود برای همگان آزاده. و من همچنان که در این شیر اسکرین هستیم میخوام که وارد جستار، ادامه جستار با جناب آقای دکتر ستوده بشم که روی این فرفورها ادامه جستار رو با شما خواهند داشت. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. خب این دیدن این فرفور به من بسیار دلشادی میده. باز هم در پای فر ایران در قفقاز. گفتم این گفتگو را درباره کشورگانی که در قفقاز هستند از باکوبه آغاز کردیم. باز دوباره در گفتارم گفتم که اونا در اونجا هیچ پروانه ای ندارن، هیچ گواهی ندارن که آن سرزمین باکوبه را که نام ایرانی داره و اران را که نام ایرانی داره به نام ناایرانی نشان بدن. اون چی که نشان میدهن دروغه، به دروغ نشان میدن و دروغشون هم این چیزهایی که من نشان میدم اسناد تاریخی شه در واقع. اون دروغهای اونا رو من از اینجا نشان میدم. پیش از اینکه در این باره این همین فرطور زیبا گفته کنم، من یه پرسش میکنم از این شنوندگانی که گفته گوش میکنن. در کجای جهان؟ پاریس، لوور، باستانخونه لندن، موزه میگید دیگه، باستانخونه لندن، باستانخونه برلین، هیچ کجای جهان، در ترکیه هیچ کجای ایوان کوچک، یه اتاقی که کوچکی هم به نام نمیدونم با برجای مانده باستانی ترکان نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اینا مردمان باستانی نیستن. چرا نیست؟ خب میگم برید در لوف بپرسید بگوید اینجا این بخش ترکا کجاست؟ میگن که اینجا جایی بخش ترکا ما نداریم. این چه پرسشی ناروا میکنید؟ در برلین اونجا باستانخانه است، کشورهای دیگه متروپولیتن آمریکا هر کجا برید بپرسید. خب ما میخواییم بخش ترکا را ببینیم. میگن خب ترک مردم تازه ای هست، این مردم کهنه چه
مردم کوه باستانی که نیستن که شما باستانی از اونا چیزی میخواید بگید، اینا نه چیزی میتوانستن بسازن. واژه آجر در زبانشون نیست، کرپیچ واژه کرپه، کرپ کالبد اون واژه است، کرپیچ میشه وقت که اون چه که کرپ را نشان میده نداره، گچ و نمیدونم آجر و نمیدونم سنگ و ملات و نمیدونم اینو نداره. آجر تیشه اقوام بیابانگرد در واقع بودن. زبان اسب بودن و در چادر و در دشت و دمن زندگی میکردن و هر روز در یه جا زندگی میکردن و بیشترم به نظر میرسه که اگر شکار نمیکردن و اگر غذا گیرشون نمیمد، غارت و حمله و چپاول مردم اطراف، شهرهای اطراف روش زندگیشون بوده. درسته؟ خب نظامی که خود کافکازیست میگه، میگه ترکمانی نام جنت میشنید، گفت آنجا قارت و تاراج هست. خب این بیهقی میگوید که شهرها ما را پدر و مادر است، همچنان که بیابان ترکان را. نواهایی که در بادکوب نواخته میشه نواهایی هست به یاد شیراز، به یاد اصفهان، به یاد زابل، به یاد کرد. اینها شناسنامه ما هست. اگه دارید چیزی برای خودتون بنوازید اونگاه بگوید که ترک هستید. اکنون یه سنگی که اینجا روبروی من هست، این جایگاهی که این سنگ هست آتشکده ساسانی است، آتشکده ساسانی که امروز هم در بادکوبه روشنه. جایگاه آتشکده رو، روستایی که آتشکده توش هست، هنوز توانایی دگرگون کردنش ندارن. به زبان ایران آتشگاه میگوین آنجا را، آتشگاه، آتشگاه ساسانی در بادکوبه. آره، نام اون آبادی رو آتشگاه میگن. آبادی اون روستا بخشی از بادکوبه است. نام آتشگاه آتشگاه هست و سوراخانی میگن، سوراخانی، سوراخ‌هایی که در آنجا آتش‌های بسیار می‌آید، سوراخ‌خانی، سوراخ‌هایی که در آنجا آتش بسیار می‌آید، اون نام را هم نتوانستند دگر کنند. در سردر آتشکده ستن‌تای ساسانی که میگم روشن هست، در درون که میرید بالای آستانه، واژه آستانه هم باز نتوانستند جایگزین کنند، بازم آستانه هم همون آستانه است. در بالای آستانه این سنگ هست. نگاه کنید سواستیکا و چهار گردی در میان سواستیکا هست، نشان دهنده چهار گوهر. این چهار گردی، آره این چهار تا هست. و سواستیکا که میبینید، سواستیکا خب این چرخه، چرخه جهانی هست و زندگی را و تا خورشید را که به جهان نیرو میده و یاد نماد و یاد میترا هست را نشان میده. زرتشتیان گرامی که باشندگان اونجا بودن و از دست رفتن، زرتشتیانی که از ایران رفته بودن و در گجرات بودن، از گجرات برای سپنتا بودن این نیایشگاه، چون آتشش روشن بود، میامدن. و این زبانی که در پایین میبینی زبان گجراتی است و دبیره گجراتی است که گجراتیان، زرتشتیان آمدند، چون زرتشتیانی که در هندوستان نشستن زبان گجراتی را زبان دومشان گرداندن. این است که نوشته ها به زبان آنان است. من میپرسم اگر بادکوبه خود را ترک میداند، یه تیک سنگ ترک نوشته هم پیدا کنند، اونگاه من همه گفته ها ما پس میگیرم. اینم که مهره آقای دکتر، این بالا خورشید مهره دیگه میبینید. بله اینم مهر است. بله بسیار بله، آتش کرده. این همونجاست، همین آتش کرده است. میبینید فروزانه و خب میبینید این شیوه ساختمانسازی چارتاقی شیوه ایرانی است که جهانی شده. بار پیش گفتم شیوه گوتیک از اینجا وام گرفته شده. گوت این شیوه را وام گرفت و سپس به اروپا برد. نیایشگاه‌های چهار گوش که شاید کعبه هم میگن از هم. آره از کعبه نام ایرانی است، واژه کیوب دیگه. بله بله، این نام ایرانی. اینم چشم مهره، درسته، به شکل چشم. آره در اونجا مهری، آینه مهر که پس از اون هم در آینه مزیتنا وارد شد. اینم که نوشته به زبان گجراتی است و زیرش دقیقاً نوشته‌ای که ما به به زبان ایرانی نوشته شده. نمیدونم آتشی صف کشیده، نمیدونم اینها هست، من خوب نمیبینم. اما میگم که اگر شما در اونجا نوشته ترکی داری، در هیچ کجای این استانهایی که نشستن، اگر دارن نشان بدن. من نشان میدم که ایرانی است و ایرانیان کردن و این نشانه شناسنامه ایرانی کشور بادکوبه را نشان میده.
اینم همون کندکاری که الان توی فرتور پیش دیدیم، مهر وسطش بود و اینم سواستیکا. پس این در همین آتشکده ساسانی است که بهش میگن آتشکده یا سوراخانی در سوراخانی. آره بسید. همون آتشکده است. این همونه در روز میبینید تصویرشو. آها اینم بسیار زیباست. یک درخشان کافکازی سربلندی از گنجه برخواسته است و ایشان به ما یاد داده است که فر ایران را بستاییم. ایشان میگوید که همه عالم تن است، ایران دل. نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. من به این بادکوبهی های بدبخت زبون میگویم که اگر شما آبرو داشتید این نوشته این نظامی را میگذاشتید، چرا اون نوشته را پنهان کردید؟ این چیزی را که در گنجه درست کردن میبینید، نگاره ها را نگار کنید، نگاره ها همه ایرانی است. اینا همه ایرانی است، هیچ کس نمیتوانه همه ایرانی است. مینیاتور به اصطلاح سبکی که مینیاتور بعدن نامیده شد این همین نیست که در واقع اول مثل این که آقای دکتر این سبک از چین وارد ایران شد و بعدن ایرانیزه کردن و میبینید که در همه جا اینا استفاده کردن. درسته؟ بس بیا به این شیوه شیوه ایرانی است و از آن ایران هست و میبینی که در اونجا هم هست. اینم و بله این نسک را یک نسک نظامی به نام شاهنشاه بلند آوازه ایران، شاهنشاه خسرو و پرویش هست که نوشته از خسرو، پایین نوشته است و شیرین. شیرین هم شهربانو و شهبانوی گرامی ایرانی است که شهبانوی ارمنی است. ببینید همسه نظامی است در واقع. اینجا هم نوشته همسه میشه پنجه دیگه. آره پنج نسک او خمسه است. نوشته از خمسه. حالا شما یک بادکوبه ای رو بیارید در برابر این بگذارید، بگویید اینا چیه، چه پیوند این با شما چیه، به جز این که شناسنامه ایرانی شما را این نشان میده. اسنادی است که داره ایرانی بودن تمام ناحیه کافکاز رو نشون میده و جعلی بودن سخنانی که یک عده تجزیه طلب درباره بادکوبه یا باکو میگن و جمهوری آذربایجان و تمام این تجزیه طلبی هایی که میکنن و سعی دارن میکنن که به ایرانی ها بقبولونن که اینها کشور مستقل خودشون بوده و اینها بیان سعی بکنن آذربایجان ایران رو هم اگه میتونن جدا کنن، که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این هم مقبره یا همون چی بهش میگیم گوره به اصطلاح نظامی. اینجا نظامی است و اینا دشنام به نظامی دادن. نظامی خط فارسی هم این دور میبینید بینن. آره اما خب برگردان سرودهای او به ترکی است. این پاید داوره. نظامی خودش میگوید ترکی صفت وفای من نیست، ترکان سخن سزای من نیست. آن که از نسب بلند زاید، او را سخن بلند باید. من آنم که در پای خوکان مریزم، این مرین نریزم مرین پربها در دری را. این دشنام به نظامی است، این ناسزا به نظامی است، این ناسزاوار مردم دروغگوی تبهکار برای اینکه مردم ایران را گول بزنه و به مردم خودشون جنایتکارانه دروغ بگوید. نظامی دلداده ایران، نظامی دلباخته زبان دری که هیچ ترکی ننوشته است و در اون هنگام ترکی گفته گونه می شده است در گنجه، آوردند سرودهای ایرانی او در اینجا سرودهای ایرانیش بوده است و به هزینه ایران هم بوده است، آنها را برداشتند و اینها را دروغگوها و تبهکارا. خب نام کشوری رو که به نام آذربایجان بذارن دیگه بهرش اینجور دروغ میشه، از یه دروغ دروغهای دیگه زاد. این جنایتکاران بی همه چیز بی پشتیبانه تباه آوردند این دبیره دبیره ایرانی است، کشه ها ریخت و نگارش نگارش ایرانی. سرود مال یک مرد دلباخته ایران است، مردی است که ایران را ستایش میکند، جانانه ایران را میشه آوردن این کارو کردن. میگن که این اینا مال اونه، اینا سرودای ترکیه اونه. ای با خب میای سر اینجا. خب دیگه باز هم دیگه این من ببخشید به زبان تهرانی گوش میارم اینا رو میبینم. نظامی این نظامی است و نشان میدن که این نظامی ترکی است
از بیابان‌های مغولستان آمده. بله این نظامی است، آره گذاشته اینجا نظامی. کیه این ترکه؟ کجایی؟ گنجه‌ایه. آها بسیار خوب. بله این درست کردن در شهر گنجه، در سوی دو برج هست. اون برج‌ها همه نشان ایرانی است، همه فرهنگ ایرانی است. و در این برجی که شما نمی‌دونم دست راست از چپ هست می‌بینید، خسرو و شیرین دار نوشته است. و یکی از کسانی که در خسرو بعدی بهتر نشون میدم اینجا خسرو و شیرین و شیرین و این چیزی شیرین شاهبانو ایران است، خسرو شاهنشاه ایران است و شاهنشاه گنجه هم هست. و در بالا فرهاد را گذاشته است، تیشه به دست گرفته است. همه فرهاد را میشناسن. فرهاد هم گویا یه بادکوبه یه دروغگوست و ترک است. در بادکوبه اونجا مانند آدم های دیگه تیشه برداشته بوده، به تاریخ راستین رو میکنده میریخته و دروغ درست میکرده. این کاری که بادکوبه با خودش با مردمش به جنایت میکنه و بدبختا و بیچارگان را هم در ایران فریب میده. شخصیت های ایرانی، نام های ایرانی، معماری ایرانی، فرهنگ ایرانی، و با چه وقاحتی و با چه واقعا بیشرمی این دروغ ها ساخته میشه. کسی که اهل گنجه ایران بوده، شاعر بزرگ ایران بوده، به زبان ایرانی شعر میسروده، تمام اینها رو بردارن و به نام ترک جا بزنن. این خیلی جالب آقای دکتر، راجب این دوتا سکه دوران ساسانی گفتگو کنیم. به ساسانیان زار و گریان شدم، به ایرانیان نیز بریان شدم. این سخن همیشه در زبان من هست. شاهنشاهی ساسانی، همایونی ساسانی فرو میریزه و واپسین شاهنشاه دلاور آن همایون پادشاهی ایران، شاهنشاه روانشاد خسرو پرویز است. چهره همایونی این شاهنشاه بر روی سکه های کشور شاهنشاهی ایران و تاج او را میبینید، یا تاج او را میبینید که مهباره و ستاره دارد. خودشان میگویند، میگوید که من فرزند عظم بغان بغ و فرزند ماه و ستاره. این پس ماه و ستاره بخشی از روشنانی هست که در فرهنگ زرتشتی روشنی ها بخشی از آیین و دین ایرانی است. برای اینم است که خورشید، ماه و ستاره در سکه های کشور شاهنشاهی ایران، در سنگ ها، در نوشته اینا، و برای همین هم است که بخشی از اوستا هست، ماه یشت است و نند ستاره ای هست که ما ستایش میکنیم. یشت داره در اوستا، خورشید یشت است. ما برای کارهامون گواه داریم. آنانی که آمدن دروغ ها رسوا میشه. کشور شاهنشاهی که گسیخت، تازیانی که بیابانی بودن پول نداشتن، روی پولهای کشور شاهنشاهی با همون چهره نگه داشتن، اما به نام الله را گذاشتن. میبینید که شما نشان بدهید به نام الله، ولی میبینید که ماه و ستاره سمبل ایران روی سکه های دوران ساسانی وجود داشت. یکی از نکات مهمی که در دوران ساسانی وجود داشت، از بزرگترین دستاوردهای جهانیشون بود، این که وزن کردن و تمام سکه هایی که در دوران ساسانی ضرب شد یا به اصطلاح ساخته شد، همه دارای یک وزن بودن و این تا اون زمان در جهان سابقه نداشت و هیچ کشوری در جهان سکه ها، چون سکه ها میدونی که طلا و نقره بودن و اینها، خیلی مهم بود که وزن یکسان داشته باشن. و علتش چی بود؟ برای اینکه میومدن برخی ها برای اینکه دزدی بکنن از سکه ها، میومدن اطراف سکه ها رو میتراشیدن حتی و از گوشه هاش میدزدیدن طلا و نقره ها رو. برای که این اتفاق نیفته در دوران ساسانی سکه ها رو وزن کردن و همه به یک وزن مشخص ضرب می شد که کسی از اون پس نتونه در سکه ها قلب و تقلب و دزدی بکنه. و این یکی از نشاندهنده های فرهنگ راستگویی و راستگرداری و راستزیستی ایرانیان بود که سکه های راستین و واقعی با وزن یکسان داشته باشن. اینم که همون گونه که قبلا ما در یکی از فرتوها نشون دادیم با جناب دکتر ستوده، آرم دانشگاه تهران و بعدن از همین آرم ایرانی که الان اینجا شما ماه و ستاره که میبینید نوشته ایران به خط اوستایی در اون وسط بوده که در روی آرم دانشگاه تهران این آرم استفاده شد، به صورت لوگو استفاده شد و به جای اون آرمی که این وسط نوشته شده بود ایران، نوشتن دانشگاه تهران. برای من شما اسنادش رو دارید، میبینید که چه اندازه اینها ایرانی است. من این بسم الله بعدا اضافه شد به سکه ها. در این سکه هم همینطور آقای دکتر، در اینجا بازم سکه همایون ساسانی است و
به زبان اهریمن اونجا نوشته است که یک کسی فرستاده الله هست و نام او را هم در اونجا گذاشته است چون توان نداشتن این کارها را این غلطا را کرد. اینا را اضافه کردم به سکه ساسانی چون عرب خودشون توانایی ضرب سکه نداشتن. حالا پرچم کجاست؟ اون که اون از اون لغزشی که کردن تازیان دوست، اون دوزی که کردن گمان کردن مهبار ستاره نشان اسلام است. این است که کشور مزگتای مسلمان ها با ریخت مهبار و ستاره خودش نشان داد. کوتاه بگم، ببخشید نباید این زیاد بگویم، اما در بالای آتشکده آذرگشنه مهباره سیمین بوده است و نشان مهباره نشان دینی ایرانیان و روی آتشکده بوده است. اکنون مهباره را شما، حالا چه سیمین باشد چه زرین باشد چه آهن پاره، بر روی مزگتای مسلمانان میبینید که هیچ پیوندی با اونا نداره. همون لغزش تازیان کردن که نشانه دینی برای اونها کردن که خب واژه دینم ندارم بگذاریم، همچنان که پول واژه چک شد سک یا سکه، واژه پول شد فلوس یا فولس، و برای همین هم است که در ترکی و در تازی نه واژه پول هست نه واژه سکه. چک که در اروپا هم چک هست، واژه پول سکه هست، کوین یا چک سکه شده، چک شده، و پول در تازی فلوس شده، در ترکی هم همون پول هست مونده. این پرچمی که هست پرچم دروغگواست، پرچم جنایتکاران و تبهکاران هست. این سرنگی که هست هیچ پیوندی با هیچ چیزی نداره. ما اگر سرنگ داریم، همه چیز ما روی سه ساخته شده، اندیشه و گفتار و کردار نیک ما با سه ساخته شده. اشو زرتشت سپیدمان که یک ایرانی است، بچه ایرانی بوده است، ایران وایچه بوده است، کیش خود را روی شماره 3 ساخته است. شما که شماره 3 رو گذاشتی، 3 تا رنگ گذاشتی، روی چه آینی 3 گذاشتی؟ چرا 10 و 5 و 2 نگذاشتی؟ چرا؟ خب این از روی ایران برداشت کردی. کهن‌ترین پرچمی که 3 رنگ هست، تری رنگا نامش اوستایی، تری رنگا نامش اوستایی و هیچ پیوندی با شما نداره، زرد و سرخ و بنفش. خب آمده این سرنگ رو که از روی سرنگ ایران دزدیده، همون امین رسول زاده که در ایران دزدی میکرد و سپس در ترکیه آمد دزدی کرد، اون جنایتکار رو دزدی کار کرد، مهبارو ستاره ساسانی رو برداشته گذاشته. شما داوری کنید، نگویید زرتشت توده سرباز کشور شاهنشاهی ایران است، میگه شما داوری کنید این پرچم، این شماره سه چه پشتوانه ترکی داره، چه پشتوانه بادکوبه‌ای داره، چه پیوندی با آذربایجان یا آذربایجان داره؟ هیچ پیوندی. ساسانی است. اگر شما اینا نشان میدید، پیوستتون به ساسانیان است، هیچ چیز دیگه ای نیست. این نه به اسلام پیوند داره نه به بادکوبه پیوند داره، به آنچه که پیوند داره ما نشان دادیم. خیلی جالبه اینو. من فکر میکنم یه مقدارم باهوشی ایرانیان بوده که برای که این ماه و ستاره آیین ایران از دست نره، اومدن و اینو قبولوندن شاید به مسلمانان به این سبک که این باقی بمونه، همون گونه که آتشکده ها رو اومدن برای اینکه از بین نره تبدیل کردن به مسجد یا مسجد، و یا همون گونه که میبینید برای اینکه مثلا مقبره کوروش از بین نره، اومدن بهش نام تخت سلیمان دادن که مثلا کسی نیاد بگن این مال مثلا سلیمان پیغمبر بوده، برای اینکه نه نبی من. من فکر می‌کنم مقدار هوش ایرانیان برای اینکه اینا رو بتونن نگه دارن و نذارن این اعراب همه چی رو نابود بکنن، از بین ببرن، شاید خودم دلیلش این بوده. خب شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. مهبار و ستاره است. این مهبار و ستاره چه پیوندی با ترکا داره؟ گفتم هیچی. این کشور تونس است، تونس تازی گفتگو میکنه و مردمان تازی فراز آفریقا هستن، نه آفریقایی هستن. خب این آفریقایی‌ها برای مسلمان بودنشون این برداشتن گذاشتن. این مهبار و ستاره پیوندی نه با ترک دارد نه با تازی. ما نشان دادیم زرتشتی است، نشان دادیم ایرانی است. برای همین تونس برداشته. اینی که فریب این دروغ ها را نخورید مردم ایران. شما یه پرچمی را که دو سه روز بیشتر نیست در بادکوبه سرپا کردن را نگاه کنید ببینید چیست. پرچم پاکستان، سرود مردم پاکستان ایرانی است، اینم آرنگ اونا. شما شعار میگید پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد پرچمشون. آره، هرچی پاکستان کهنه است و پیونده نمیدونم داره از 70 سال کهنه تره، همون بادکوبه هم همون داره. این گار نیست، درود به این سرزمین و این نیاشگاه مهر است، این نیاشگاه است. بینندگان گرامی، اینو آوردن آقای دکتر حتی یک نمونه کوچکشو و درباره آتشگاه گارنیک صحبت کردن، و جالبه که این تنها آتشکده است که با معماری
آن زمان تا کنون باقی مونده. درسته آقای؟ آره، میراکده است دیگه، میتراکده، میتراکده، تنها میتراکده روی زمین است. یادتونه توضیح دادین این ستا رو که در این سر شما اول نشان میتراست و چشم مهر از اونجاست دیگه. ولی این در ایروان هست، پایتخت گرامی کشور خوب ارمنستان، باره ارمنیان، این اونجاست. خب باز دوباره، خب اینجا مهبار و ستاره میبینید، این نکنه بادکوبه است یا ترکس نتازی؟ مهبار، ستاره و خود مهر، این نه ترکس نتازی. گفته بود من سرباز کشورم، سرباز دروغ نمیگوید، من رخت سربازی رخت دروغ نیست، من میگم باور نکنید، این نه مهبار و ستاره، نه ترکیست، نه تازیست، نه بادکوبه ای، این یک کشوری است در آسیا، سریلانکا، اون پرچم اوناست، نگاه کنید، هیچ پیوندی به ترک تازی نداره، که مهبار و ستاره کسی رو ترک نمیتوانه بکنه، همچنان که کسی رو تازی هم نمیتوانه بکنه. خب یه جای خوب، این یک پادشاهی است، این هراتی است، این پادشاه، این در هرات زاده شده، در هرات بزرگ شده و نامش شاه عباس است. تنها جایی در جهان که چهره همایونی این شاهنشاه هست و شناسنامه ایران را نشان میده و فرماندهی ایران را نشان میده و ارزش پادشاه را نشان میده و کوبینیوم خوارنو فر پادشاهی و فر شاهنشاهی نشان میده، ایروان است. اینجا ایروان است و چهره شاهنشاه ما که خب میگین، شما میگید او شیعه بوده، بگید چیه یک شاهنشاه شیعه، چهرهش روی کلیسای ترسایی هست، هرچند اینجا کلیسا نیست. موسی خورنی، شهروند کشور شاهنشاهی همایونی ساسانی، نویسنده ایست ارمنی زبان، خودش میگوید که این نیایشگاه، نیایشگاه آرتمیس بوده است، برای همینم است که امروز بهش میگن اوچ میازدین، آرتمیس ایزد، آرتمیس ایزد نامش شده اوچ میازدین. و نوشته موسی خورنی را من گواه میگیرم، چهره شاهنشاه همایونی ایران در قفقاز، یک شاهنشاه ایرانی زاده هرات هراتی، چه چیز ایران را نشان میده؟ شناسنامه ایرانی اون بخش را نشان میده، فر ایران را نشان میده، نشان میده که ما در اونجا فرمان روا بودیم و پادشاه، بگید شما شیعه، من شعباس شیعه نمینامم، بگید چیه بوده است، اما ارزش آنچنان بوده است برای ارمنیان و ارمنستان که چهره او را در روی کلیسا تراشیدند و همچنان نگه داشتند. باز دوباره شناسنامه راستین بادکوبه، شناسنامه ایرانی بادکوبه، یک سنگ بیارید نشان بدید بادکوبه بگه که ما این خودمون درست کردیم و این گذشته ما را نشان میده، گذشته شما را این نشان میده، این دژ دختر هست، امروز به نام ایرانی کز گلسی میگید، برای اینکه کز واژه پهلوی است، واژه کنز است، واژه کنیزی که شما میشناسید در زبان ایرانی از اون واژه است، کنز. در ترکی واژه‌ای برای دختر و پسر نیست. من دانشور این زبان، این کار هستم، پروانه ترکناسی منو دانشگاه داده، در زبان ترکی واژه‌ای برای دختر نیست، کز یا چنز در زبان ایرون، امروز چنز میگن دختر، در زبان ایرون، ایرونی که در سکا هست، در اوستیا و آلانیا و ایرستون هست، چنز میگن و دختر میشه کنز به پهلوی، کز کلاسی هنوزم نام ایرانی، کالا چیزی را روی همدیگه گذاشتن هستش، کز کلاسی میشود دژ دختر، کله را در زبان ایرانی که را قه میکنن قله میگن، کز کلاسی هنوز نام نتوانستید برای بگذارید. این نیایشگاه آنایتاس، ایزد آبهای ایران در کنار آب ساخته میشه همیشه، نیایشگاه های آنایتا و تنها این نیایشگاه آنایتایی که در کیتی بر جای مانده در بادکوبه است. گذشته ایرانی، شناسنامه ساسانی سرزمین بادکوبه، هرچی اونجا میگن دروغه، اینا هرچی نشان میدیم، ما نشان میدیم راسته. آفرین، درست میفرمایید، چون سند نشون میدی اینجا سرای شروانشاهان است، سرای شروانشاهان، نتوانستن نامی به جز نام ایرانی برای اون بگذارن، میگوین که شروانشاهلار سرایی، سرای شروانشاهان، هنوز نتوانستن نام انوشروان را از آنجا بزداین، برای استان شروان نام دیگری بگذارن، نتوانستن این کار را بکنن، این سرای شروانشاهان است که امروز در بادکوبه نشان میدهد که گذشته بادکوبه و شروان ایرانی است، هیچ چیزی در اونجا نیست که ایرانی نباشد. این دقیقاً چی بوده این ساختمان؟
ایوان و کاخ و سرای شروانشاهان بوده. شروانشاهان که بر بخشی از سرزمین اران فرمان میدادن، فرمان میراندن و بر سرزمین شروان و اران جدا بوده. سرزمین شروان اینجا جایگاه های زیست آنان بوده، سپس که مسلمان گشتن مسجد ساختن اونها را نشان میده. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. ما وقت برنامه‌مون امروز به پایان رسید. اینجا ادامه این جستار رو در قسمت‌های دیگری از همین درباره کفکاز در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت. از همه بینندگانی که به این برنامه توجه کردن خیلی سپاسگزارم. خواهش می‌کنم این برنامه‌ها رو به صورت کلاس درس ببینید، از روی یوتیوب اینها رو دانلود کنید و به سایرین هم برسانید. سپاسگزارم آقای دکتر. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.